دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام غیرمعمول دیگر نسبت به رئیسان جمهور پیشین آمریکا راهبرد امنیت ملیاش را علنی می سازد ترامپ در این راهبرد بر افزایش توان جنگی نیروهای افغان و به خود بسندگی رسیدن افغانستان تاکید می‌ورزد. پاکستان از محدود کشورهایی است که ترامپ می‌گوید ایالات متحده از سوی گروه‌های هراس افغان در آن تهدید می‌شود و اگر اسلام آباد می‌خواهد که همکاری‌هایش با واشنگتن ادامه یابند، باید در برابر این گروه‌ها اقدام کند. ما با پاکستان روشن ساخته ایم در حالی که می خواهیم مکاریایمان را ادامه دهیم باید اقدام قاطع این کشور را در برابر گروه های که در خاک این کشور فعالیت می کنند ببینیم. ما هر سال به پاکستان پول های گفته می دهیم. آنان مجبور هستند کمک کنند. ما نه تنها باید به دنبال شبکه های پشتیبان حراس افغانی باشیم بل باید میان نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون هماهنگی ایجاد کنیم این موضوع باید در راهبردهای آینده ای ما جا داده شود رئیس جمهور ترامپ از کارکرد راهبرد تازه واشنگتن در جنگ افغانستان خوشبین است و می گوید که از همکنون گواه تغییرات در میدان جنگ افغانستان است در همین حال کاخ ریاست جمهوری از این راهبرد استقبال می کند و می گوید که هدف از آن دست یافتن به ثبات در منطقه به ویژه از راه های دیپلماتیک است در راهبرد امنیت ملی دونالد ترامپ ایران نیز بزرگترین پشتیبان حراس افغانی در جهان گفته شده است که به علت رویکردهایش غیر نظامیان جان می بازند. برای رویارویی و جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای من سپای پاسداران انقلاب اسلامی را به علت پشتیبانیش از عراسفگنی تحریم کردم و از تایید توافق با این کشور خودداری کردم. این در حال است که ناصر جانجوا مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان ایالات متحده را به برانگیختن بی‌ثباتی در جنوب آسیا متهم می‌سازد و می‌افزاید که واشنگتن از زبان هند سخن می‌گوید.